زیر این چادر ده‌ها فعال جامعه مدنی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برای نخستین بار گرد هم آمدند تا صدای صلح را بلند کنند. عبدالفتاح که از تاجیکستان آمده بدین باور است که افراطیت عامل بخش اعظم چالش های کشورهای منطقه است و باید با آن مبارزه صورت بگیرد. نخستین بار است که در یک چنین اقدام جوانهای این سه کشور را به هم می‌آورند، تلاش دارند که تا یک پول میان این سه کشور بنیاد گردد، تا یک پول میان منطقه آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بنیاد گردد و این همه شبکه های شناسایی و دوستی و رفاقتی که تا امروز علاقه بنیاد گردیده، این خود علاقه یک موفقیت این لایحه و این امکانیت این ابتکار است. نمایش لباس های سنتی و برگزاری نمایشگاه کتاب حاشیه های این جشنواره بودند تا شرکت کنندگان تصویر متفاوتر از یک کابل آمیخته با جنگ داشته باشند. هدف از آمدن به این جشنواره این است که خوشی، پیشرفت و صلح می خواهیم. نه تنها به افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، بلکه برای تمامی منطقه صلح، امنیت و پیشرفت می خواهیم. اینا هر کدامشان در کشور خود از افغانستان در قسمتی که اونا یک روابط فرهنگی دارن، یک روابط اجتماعی نیک دارن، میتونن نقش خوب در رابطه با که افغانستان و پاکستان و یا هم تاجیکستان بتونن روابط صلح را ایجاد کنن در آینده. چاوان وطن شما تن شون، رفت آمد ما زیاد شون. این جشنواره در چارچوب برنامه سال و همگرایی منطقه‌ای اسای دفتر متیوتیک و با همکاری مالی آلمان برگزار شده بود، با این هدف که یک شبکه به هم پیوسته از جوانان منطقه تشکیل شود. تقریبا 90-95% اشتراک کننده های این برنامه جوان ها هستند، جوان های اهل پوهنتون، جوان های جامعه مدنی، جوان هایی که در رسانه هستند، در مجموع قشر جوان تشکیل میتن و هدف کلی برنامه می نویسته که این قشر جوان منسجم تر بسازه، شبکه ها از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق رسانه ها، فیس بای فیس یا رو در رو برنامه ها ایجاد میکنن که اینا کار مشترک بکنن برای صلح، برای ثبات، برای انکشاف، برای اقتصاد افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و منطقه. قرار است که در ماه آگست جشنواره مشابه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود و در ماه سپتامبر پاکستان نیز از سفیران جوان صلح منطقه میزبانی کند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.